به نام خدا. با سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، با سلام به درود حضرت حق به روان پاک اشرف انبیا محمد مصطفی، به ادامه تشریح آیه شماره 159 از سوره دوم قرآن می‌پردازیم. بخش دیگری از این تشریح رو در خدمت شما آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی کتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. یعنی کسانی که کتمان میکنند آنچرا که ما نازل کردیم یا فرستادیم در ارتباط با بیناتی که موجب هدایت میشود، بینات هدایت کننده، بعد از آن که ما این بینات رو بیان کردیم برای مردم در کتاب، اینها در واقع مستحق و محکوم به دوری، لعنت به معنای دوری و نفرت و فاصله و محرومیت از نعمت الله می شوند و همینطور محروم از نعمت همه کسانی که لاعن هستند نسبت به اینها، دور کننده اینها هستند، متنفر از اینها هستند به علت کتمانی که می کنند. و در جلسه گذشته در مورد کتمان و همینطور در مورد واژه نزول و نزل و همینطور در مورد بیان و در مورد هدایت مفاهیم اینها رو مختصرا توضیح دادیم و در میانه راه بودیم به معرفی واژه ناس و ریشه ناس، که فرصت به پایان رسید و در این نشست به ادامه این بحث می‌پردازیم که انسان و ناس به طور خلاصه اشاره به انس و وابستگی و نزدیکی و داشتن ریشه مشترک بین انسان هاست و مشتقات مختلفی رو که از این آیه به دست آمده، از این واژه به دست آمده، با شما مطرح کردیم. و همینطور وجوه مشترک و متعارفی که بین ابناء بشر وجود دارد، نوعاً ایشان رو در ارتباط و ادراک و مفاهیم و برداشت های مشترک و دریافت تأثیرات مشابه در واقع عرضه می کند و بیان می کند. مقصود این است که همه انسان ها لااقل در دورانی که با هم زندگی می کنند همزمان هستند، همه انسان ها در مواردی با هم اشتراک نظر دارند. یعنی همه انسان ها رنگ سبز رو سبز می بینند، رنگ زرد رو زرد می بینند. همه انسان ها تقریبا در مقابل محبت، همه انسان ها در مورد ذکاوت، همه انسان ها در توقع، در ارتباط، در تأمین اموال، در حفظ حقوق، در بسیاری از برداشت های عادتی و برداشت های سنتی و برداشت های طبیعی و فطری، به خصوص برداشت ها و ذهنیات طبیعی و فطری، با هم از یک منبع مشترک برخوردار هستند. یعنی همه انسان ها تجربه می آموزند، همه انسان ها می توانند که وسیله بسازند، همه انسان ها می توانند که فکر کنند، همه انسان ها می توانند که با کلام مفاهیم خودشون رو بیان بکنند. اینها خصوصیات مشترکی است که نشان میده ما با یک بدنه واحدی از وجود طرف هستیم و یک موجودی با یک بدنه کامل واحدی که این شاخه ها همه از اون درخت ناشی میشه به وجود آمدند و این
در واقع تصدیق کننده بیان قرآن است که ما همه انسان ها رو از یک منشأ واحد آفریدیم و این انس و این آشنایی و این شناخت و معرفت متقابلی که انسان ها به هم دارند، همه اینها نشانه همین حقیقتی است که در این آیه ذکر شده است. در سوره نساء آیه 1 میگوید که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. ای مردم، ای ناس، تقوا بورزید به رب خود، ربتان را مورد تقوا قرار بدهید، برای او تقوا داشته باشید، به خدایی که خلقکم، خلق کرد شما رو، من نفس واحده، از یک نفس واحدتن، از یک نفسی که واحد شده بود، یعنی خود اون نفس ساخته شده، مصنوع از واحدتن، واحدتن، نفس واحدی، نفسی که واحد شده، و از این نفس واحد شما رو خلق کرد، یعنی در واقع انسانیت از این نفس واحد آفریده شد و به وجود آمد، و از این انسانی که از نفس واحد آفریده شده جنسیت آفریده شد، یعنی من نفس واحدتن و خلق منها، و خلق کرد از اون دو، زوجها از اون دوتن زوج خلق کرد. و میبینیم که در اینجا به جنسیت اشاره میکنه، که در واقع جنسیت از انسان مؤنث، از انسانی که ماده هست، جنسیت زاییده میشه. یعنی بشریت بعد از اینکه یک مادر نفس واحد داره که از اون نفس واحد آفریده شده، این نفس واحد دارای یک فرزندی است که دختر است، این فرزند مؤنث است، و از این مؤنث بقیه انسان ها به صورت نر و ماده آفریده می شوند. ولی مادر همه این ها یک زن است، در حالی که در ادیان دیگر مادر بشریت مرد است و زن از پهلوی او خارج می شود یا از دنده او خارج می شود، که با عقل تطبیق نمی کند مگر اینکه وارد بعد متشابهات بشویم. به هر حال در اینجا می گوید که از نفس واحدی خدا خلق کرد شما را، و خلق کرد از نفوس واحد، از اون دو تن، زوجهای بسیاری رو، یعنی نر و ماده های بسیار دیگری رو هم خلق کرد، و بس منهما، و اونها رو منتشر کرد و در واقع تکثیر و نشر داد، اونها رو پخش کرد در سراسر عالم به صورت مردان و زنان بسیار. و فاتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، و تقوا بورزید از خدایی که به نام او از یکدیگر مسئلت و درخواست میکنید، و درباره ارحام کوتاهی نکنید. ارحام یعنی که رحم ها، یعنی جمع کسانی است که از یک زهدان، از یک منبع، از یک رحم، از یک ظرف گل هستی و گل آفرینش آفریده شدند، که میگوید شما هم رحم هستید، شما از یک رحم هستید، شما از یک زهدان هستید،
شما از یک زاینده زاییده شده اید و اشاره به اون نفس واحد می کند. و به علت اینکه ما همه از یک نفس واحد آفریده شده ایم، ما همه با هم منسوب هستیم، ما همه در گل با هم مشترک هستیم، ما در قالب با هم مشترک هستیم، در ذهن و در مغز با هم مشترک هستیم و با هم دارای این ارتباط هستیم. این است که وجوه مشترک و متعارف بین ابناء بشر نوعاً بشر رو در ارتباط و ادراکات و مفاهیم مشترک و برداشت‌های متحد قرار می دهد. در بسیاری از موارد ما با هم متحد هستیم، مشترک هستیم و در بسیاری از موارد برابر هستیم و در بسیاری دیگر از موارد مساوی هستیم در ذهنیات. اساساً همین ارتباط و اتصال معرفتی انسان‌ها و همین فهم مشابه و ادراک برابر در مقابل جهان هستی و در معنا کردن و مفهوم داشتن و مفهوم ساختن برای جهان هستی ما مشترک هستیم. اینها اشاره به وجود انس و وجود انس همراه با انس نسبت به انسانهای دیگر و امکان تشارک نوع بشر در مواردی است که حاصل نوعیت و مراتب مشترک در مراتب خلقت دیده می شود. یعنی آدم‌های عادی همه برگ درخت سبز رو سبز می بینند، در حالی که برخی از موجودات فاقد این امکان تشخیص و تعبیر رنگ یا نگاه کردن و معنی کردن رنگ هستند. ولی همه آدم‌ها برگ درخت رو که با این مشخصات می‌بینند، با مشخصات معین، همه اینها اشاره به رنگ سبز می‌کنند. یعنی ذهنیت اینها در برخورد با یک موضوع خارجی یکسان عمل می‌کنه. این به علت انس ذهنی که همه اینها با یک مرکز واحد، با یک مبدأ واحد آفرینش دارا بودند و هنوز اون اشتراک رو در اصل و در مادر و در ریشه حفظ کردند. قرآن وقتی میخواد به یک جامعه متصل و مرکب اشاره بکنه که این جامعه هم دیگر رو میشناسند و با هم در ارتباط هستند، هم شناسا هستند هم مرتبط، به اینها امت میگوید، یعنی هم مادر، یعنی مادر همه اینها یکیست، یعنی هم ریشه هستند، امی هستند، اشتراک در امه میکنند، مادر مشترک دارند، که ما میدانیم که عملا اینها مادر مشترک ندارند، ولی در متشابهات قرآن در معرفی و تعریف هم ریشه بودن و انس در بین ریشه داشتن از امیت و از امت استفاده میکند. وجوه مشترک در شباهت و در قرابت و در ارتباط و در امکان تأثیر و انتقال مفاهیم و استقرار نشانه ها و قبول پارامترهای قراردادی، اینها همه از انحصارات انسان است و همه اینها توجیه می کند که چرا با آدم انسان گفته می شود، انس گرفته گفته می شود. بنابراین واژه انسان و ناس اشاره به وسیع ترین و شامل ترین پوشش نوع بشر بدون انحصار، تغییرات و تحولات و احوال و شرایط ایشان است. یعنی انسان ها در تغییرات، در تحولات و در پوشش های ذهنی و در کوشش های ذهنی و در احوال و شرایط مختلف با هم همسان و مهمتر از همسان، با هم مرتبط و مهمتر از مرتبط، با هم در ذهنیت مشترک قرار دارند و این ذهنیت مشترک است که باعث اشتراک فهم اونها می شود و استنباط واحد به اونها می دهد در برخورد با موضوعات و قضایای خارجی. در موضوع آشنایی و رابطه نوع انسان
مقصود آشنایی های مرسوم از طریق تحصیل ارادی و تربیتی و آشنایی نیست. چیزهای مقصود میگوییم که آدم ها مثل هم هستن، آدم ها هم دیگر رو میشناسن. منظور ما این نیست که آدم ها ظاهر هم رو میشناسن، یا ظاهرن میبینیم آدم هایی هستن که هم دیگر رو نمیشناسن، آدم هایی هستن که معرفی شدن، آشنا هستن، هم دیگر رو میشناسن. قصد من اون نوع آشنایی نیست، بلکه مقصود معرفت متقابل به فطریت یکدیگر در منشأ و در مبدأ است، که انسان در ذهن آگاه با یک انسان کاملا ناشناخته دارای مشترکات و دارای ذهنیات آشنایی است که به اراده اونها رو تحصیل نکرده، به صورت فطری اینها وجود داشتند. مبنای خطاب و تربیت از طریق هدایت الهی متوجه نوعیت مخلوق است که از یک نفس واحد انسانی مصنوع و مخلوق و موجود و منشعب و متکثر می شود. اما جملگی با همه تفاوتها و تفارقهایی که دارند در فطرت و در ذهنیت و در ساختمان نوعیت کاملا مشابه هم هستند. اون چیزی که سخن خدا رو در قرآن در عمل تصدیق میکنه این است که این انسان ها در ذهنیت و در گرفتن مطلب تقریبا همه از یک زبان فطری عرض میکنم و از یک نحوه وصول ذهنی استفاده میکنند، و به همین علت هست که این انسان ها همه قابلیت هدایت شدن دارند. حیوانات قابلیت هدایت شدن ندارند. انسان ها همه دستور دارند که تعقل بورزند، یعنی با عقل به کتاب نگاه کنند و تجزیه و تحلیل کنند، تبیین کنند، شناسای بیان بشوند از طریق تحصیل علم بیان. حیوانات هیچ کدام دارای این خصیصه نیستند. در مورد انسان به عنوان یک کاتگوری، به عنوان یک جماعت، به عنوان یک نوع و گروه قرآن اظهار نظر میکنه، و وقتی اسم انسان رو میاره اسم همه انسان هایی است که مشمول خلقت از نفس واحد هستند. الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، انسان رو خلق کرد، یک انسان اشاره میکنه، انسان ها رو خلق کرد. در قرآن انسان ها رو خدا بلده که جمع بزنه، ولی در این آیه جمع نزده، به یک انسان، به مظهر انسان اشاره میکند، به نوع انسان اشاره میکند که خلق الانسان، انسان رو خلق کرد، انسان نوعی رو خلق کرد، و به این انسان نوعی علمه البیان. هر انسانی رو که خلق کرد و هر انسانی که پای به هستی گذاشت، به این انسانی که پا به هستی گذاشته، به این انسان نوعی علم بیان آموخت، یعنی به اشتراکات اینها اشاره میکنه. یا در آیه 29 یا 39 یا 30 در سوره بقره که میگوید که و تعلیم داد و علم، تعلیم داد علم، و علم آدم، و تعلیم داد آدم را. اسم کل اسماء را، یعنی وقتی آدم ها همشون یک علم واحد پیدا کردند، یعنی عالم به کل اسماء شدند، به علم کل اسماء شدند، این علم مشترک این آدم ها وسیله انس و وسیله ارتباط و وسیله اتصال ذهنی این آدم هاست،
که مثل یک گروهی که در یک سیستم اینترنتی قرار دارند و با یک خط تلفن همه اینها تلفن رو دریافت میکنند، یک پیام وقتی نازل میشه، پیام برای نوع بشر نازل میشه، همه این انسانها به علت داشتن ساختار ذهنی مشترک دریافت کننده یک پیام در ذهنیت کثیر امت هستند، در ذهنیت کثیر انسانها هستند که از یک انسان منشعب و نشأه گرفتند. و اگر انسانها دارای این خصیصه امی نمی بودند، هرگز یک فرمان برای اونها کفایت نمی کرد. یعنی انسان اگر به صورت نفر و به صورت مستقل می بود از نظر ذهنی، برای هر انسانی یک پیامبر بنا بود فرستاده بشه و برای هر انسانی بنا بود یک درس جدید و درس خصوصی و انحصاری داده بشه. به این لحاظ است که قرآن از این خصیصه و از این طبیعت مشترک ذهنیات افراد استفاده میکنه و یک فرمان صادر میکنه برای همه نوع بشر، از آدم تا خاتم، تا روز قیامت، تا هستی برجاست: یا ایها الناس. اشاره به واقعیت وجود انسان میکنه که هر که انسان باشد این پیام مال اوست، در هر زمان و در هر مدار مکانی و زمانی که باشد. مبنای خطاب و تربیت، هم خطابه قرآن هم تربیت قرآن، از طریق هدایت. همه انسان ها هدایت پذیرند، همه انسان ها هدایت رو میشناسند و همه انسان ها هدایت رو میشنوند و همه انسان ها دارای اختیار هستند که هدایت رو بپذیرند یا نپذیرند. به این علت است که یک پیام هدایت و یک دین واحد برای این همه انسان کفایت می کند، چون همه اینها از یک منبع آمدند و به یک منبع نگاه می کنند و یک نوع به هستی نگاه می کنند و در وجود همه اینها، چه خداپرست باشد چه منکر خدا باشد، در وجود واقعی او و در فطرت واقعی او باور به خالق نهادینه شده و هیچ انسانی نیست که بگوید این جهان هستی که متأثر از اثر یک مؤثر است، بدون مؤثر است، بدون خالق است. نهایت امر در تشریح و در ذکر مشخصات اون خالق سخن بسیار است، اما در اثبات وجود خالق حتی کسانی که منکر وجود خدا هستند، منکر وجود علت وجود نیستند یا خالق و صانع رو رد نمی کنند. نهایت بعضی می گویند که این دارای شعور است، بعضی ها می گویند دارای شعور نیست، بعضی ها می گویند که خالق همون طبیعت است، اما نمی توانند بگویند که خالق وجود ندارد. بنابراین مبنای تربیت و هدایت قرآن بر مبنای اشتراک ذهنی انسان‌هایی است که قابلیت دریافت هدایت دارند و مصنوع و مخلوق از یک واحد و یک منشأ هستند و در سراسر هستی و در سراسر زمان و مکان متکثر و منتشر شدند، اما جملگی در فطرت و در ذهنیت و در ساختمان نوعیت کاملا با هم مشابه هستند. لعنه به معنای دور کردن، به معنای اخراج کردن، راندن، محروم کردن، ممنوع کردن، محروم کردن از نعمت و از عافیت، دور کردن، محکوم کردن، رفع سزاواری کردن، اسخاط، استحقاق کردن و نظیر اینها. در مقابل لعنت ما یک واژه انگلیسی داریم که برای بعضی از دوستان که به زبان انگلیسی آشناتر هستن curse گفته می شود، که بیشتر curse معنی زشت و کریه و مضر و غیر قابل ارائه و چیز دوست نداشتنی معنی میشه. شاید که از این نظر بتواند که شباهتی با واژه ریشه‌ای لعنه داشته باشد، که او هم معنی دور کردن
و محروم کردن به طور خلاصه معنی میده. یعنی انسان وقتی که به خدا نزدیک میشه از شیطان دور میشه، وقتی که به شیطان نزدیک میشه از خدا دور میشه. اما فاصله بین شیطان و خدا اگر 10 کیلومتر باشه، مجموع فاصله ما با خدا و شیطان هیچ وقت از 10 کیلومتر تغییر نمی کنه. یعنی ما یک مجموعه از 2 تا پارامتر هستیم، 2 جزء هستیم از این فاصله. یا 1 به اضافه 9 هستیم، یا 2 به اضافه 8 هستیم، یا 3 به اضافه 7 هستیم. بستگی داره که بین خدا و شیطان کجا قرار گرفتیم. و اگر هر چقدر که از خدا بیشتر دور میشیم، به لعنت خدا بیشتر مبتلا شده ایم و از نعمت خدا بیشتر دور شده ایم و به نعمت شیطان نزدیکتر شده ایم. ما در واقع لعنت رو با نعمت و با تقرب در کنار هم قرار میدیم که هر چقدر تقرب باشه لعنت نیست، هر چقدر لعنت باشه تقرب نیست. یعنی لعنت باعث کمبود تقرب میشه، قربت رو از بین میبره و ایجاد دوری میکنه. و هر چقدر که شما از خورشید دورتر باشید، حرارتی کمتری رو از خورشید دریافت میکنید، یک امر طبیعی است. هر چقدر انسان از خدا دور باشه، نعمت خدا کمتر به او میرسه. و همه اینها محاسبات ذهنی آدم هاست و مقام ذهنی انسان هاست. واژه دیگری که در این آیه به کار رفته، الذین یکتمون ما انزلنا من بینات بالهدى، میرسد تا جایی که میگوید که ما بیناه للناس، ما این رو به ناس تبیین کردیم. کجا؟ فی کتاب، در یک کتاب. که کتاب هم احتیاج به تشریح دارد که یک بار این معانی رو میکنیم. ما هر باری که بعد از این به کتاب، به نزول، به بینات، به هدایت، به کتمان، به ستر، به اینها میرسیم، دو مرتبه این لغات رو تکرار نمی کنیم. و شما که این برنامه ها رو میشنوید، میتوانید که اینها رو یادداشت کنید، شماره اینها رو، و در برنامه های بعدی که ما این واژه ها رو دیگه معنی نمی کنیم، واژه های مشابه رو تکرار معنی نمی کنیم، شما میتوانید که به یوتیوب یا به آرشیو سایت payvandtv.com مراجعه بکنید. اینا همه در اونجا هست، دو مرتبه بشنوید و ما مجبور نباشیم که این وقت رو مجدداً به تکرار مکررات مصروف بکنیم. کتب به معنای نوشتن، دیکته کردن، تعیین کردن، دستور دادن، مشاوره کردن، توصیه کردن، پیشنهاد کردن، قرار دادن و قرارداد انتخاب کردن، ایجاد ضابطه کردن، تنظیم و ترتیب، منصوب کردن، نصب یک فرمان یا نصب یک قانون، گماشتن، قضاوت، اجرای حکم، تعیین حکم، استخراج و ترکیب، تجمیع و ترتیب، جمع‌آوری مطالب و به هم دوختن چند چیز، ترکیب و اتحاد و مطالب مشابه رو به هم گره زدن و دوختن و تشکیل متن دادن از متفرقات، و روش و مشرب و چگونگی نوشتن. مکتوب چیزی که در آن یا بر آن یک فرمانی یا یک حکمی یا یک قانونی نوشته می شود. همینطور کتبه معنای کتاب به معنای کتاب دفتر، کتاب مجلد می دهد. مجموعه مطالب، آمار، ثبت و فرمان کتبی، اینها همه معانی کتبه است. کتبه به معنای، یعنی از کتبه ما مشتقاتی مثل نویسنده، دفتر، فرمان، ارتش و نیروی نظامی، نیروی تسهیلاتی رو هم کتاب میگوییم. و کتاب هم به کتب جمع بسته میشود و هم به جمع کتیبه که کتائب هست بسته می شود. کتیبه یعنی چیزی که روی او کتابت شده، حالا معمولا روی سنگ یا روی یک چیز بزرگ ماندنی و اسطوره‌ای
چیزی نوشته میشه اون رو هم کتیبه میگویند یا تابلو میگویند یا به هر حال ایستگاه کلام میگویند یا یک سنگی یا یک چوبی که لوح به اصطلاح به فارسی بگوییم که روی اون مطلبی نوشته میشه و دستوری و حکمی صادر میشه به اون میگویند کتیبه و به جمع اونها میگویند کتائب و ریشه کتبه سازنده این واژه ها و مشتقات است. کتیبه یعنی چیزی که کتاب بر آن موجود می شود و کتاب بر آن منقوش می شود. نقش کتاب بر صفحه مکتوب کتیبه نام دارد. کتاب همینطور به مفهوم قرار و قاعده و روش و انطباق و تطبیق با انضباط و همینطور توافق و میثاق و عهد و پیمان و توضیح معین در یک مورد است که در هر حال چه توضیح و چه تشریع کتاب عبارت است از مطالبی که اون مطالب دارای اعتباری مستقل از کاتب کتاب است. توجه بکنید این مهمترین مفهوم کتاب برای کار ماست. در بعد سیاسی و حقوقی و حکومتی ما وقتی به موضوع کتاب اشاره میکنیم، کتاب عبارت است از نصب قانون و نصب یک معنا و نشر یک معنا و نشر یک مفهوم به نحوی که قانونگذار یا ناشر یا کاتب یا آفریننده و خالق این کتاب و خالق این قانون بعد از اینکه این کتاب نوشته شد و بعد از اینکه به صورت کتابت در آمد برای کاتب و برای نویسنده و برای آفریدگار این کتاب همین کتاب حاکمیت پیدا می کند. یعنی این کتاب قرآن کتاب است. در این کتاب خدا می گوید اوفو به عهدی، وفا می کنم به عهدم. این تعهدی که خدا کرده است مستقل از خدا زندگی می کند. یعنی خدا قادر نیست که فردا بگوید من به عهدم عمل نمی کنم. یعنی اگر خدا در قرآن گفته باشد که من به عهدم وفا می کنم و بدهکار تعهدم هستم، تعهد کردم، قول دادم، بدهکار هستم، آیا این می تواند عوض شود؟ خیر. یعنی این قرآن بر خدا هم حاکمیت می کند. هر کسی که قرآن مخلوق کتاب قانون یا کتاب هر چیز دیگری مخلوق ماست، ما اون رو می آفرینیم. فرض کنید که کتاب قانون رو در یک شورای پارلمانی که وجود نداره، قانون که قانون رو مردم که نماینده مردم هستند به وجود می آورند و تقنین می کنند، اما به محض اینکه این تقنین شد و تصویب شد و تثبیت شد و به صورت کتاب در آمد، به صورت مستند در آمد، همین کسانی که حاکم به تشکیل و ایجاد کتاب بودند محکوم به حکم همین کتاب هستند. یعنی اون وکیلی که در مجلس قانونی تصویب میکند که اتومبیل در شاهراه بیش از 60 مایل سرعت نرود، خالق این مخلوق است. این قانون مخلوق این خالق است، آفریدگار این قانون است، صاحب و ارباب و مستر این قانون است. اما همین شخص به محض اینکه این به قلم کشیده شد و روی کاغذ قرار گرفت، به محض اینکه این شخص در اتومبیل قرار گرفت بعد از ظهر که میخواهد به منزل برود، اگر 65 مایل برود پلیس راهنمایی او رو متوقف میکند و او میگوید که امروز صبح من خودم این قانون رو وضع کردم، تو بر تخلف قانونی که خود من امروز صبح وضع کردم منو تنبیه میکنی؟ میگوید من تو رو نمیشناسم، من قانون رو میشناسم، من کتاب رو میشناسم. ارزش کتاب در حدی است که حتی حضرت خالق در مقابل کتاب محکوم است. یعنی حکم کتاب بر خدا حاکم است هر کجا که به او مربوط می شود، مگر نه این است که قانون قرآن رو خدا وضع کرده
مگر نه این است که خدا در قرآن میگوید که اوفو به عهدی، وفا میکنم به عهدم؟ آیا خدا فردا میتواند بگوید که من عطان وفا نمیکنم به عهدم، دروغ گفتم، دیروز گفتم؟ چرا؟ چون عهد خدا یک عهد مستقل نیست. عهد خدا وابسته به همه عهود قرآن است و به سراسر عالم هستی منکسر و منتشر میشود و متصل میشود. همه هستی زیر و رو می شود. اگر خدا فردا بگوید که نه، من دیگر پشیمان شدم، به عهد خودم وفا نمی کنم، چه معنی دارد که خدایی که خالق هستی است متعهد بشود در مقابل بنده که من به تو بدهکار هستم، اگر قولی دادم باید عمل کنم؟ حالا برای تربیت ما گفته است، برای تنبیه ما گفته است، برای هر چه گفته است گفته است. این در کتاب موجود است و قلم بر صاحب قلم حاکم است. این ارزش کتاب است، این اهمیت کتاب است که کمتر در مورد اهمیت اون سخن گفته شده. وقتی ما راجع به کتاب صحبت میکنیم، کتاب یعنی خدا، یعنی مردم در کتاب وضع قانون میکنند، وضع تعهد میکنند و قانون که در کتاب از مردم آمده است بر همین مردم حاکمیت میکند و همین مردم باید تسلیم کتاب بشوند، تسلیم حکمی بشوند که خود اونها صادر کردند. و تا وقتی در کتاب وجود دارد بر همه اونها شامل و بر همه اونها حاکم است. این یکی از گوشه های ارزشمند وجود کتاب به کتابت است. کتاب به مفهوم قرار و قاعده، به مفهوم روش، به مفهوم منطق، انضباط، توافق، میثاق و تعهد معین و توضیح معین است که در هر حال چه توضیح باشد چه تشریع باشد، وقتی کتاب به وجود آمد، کتاب مستقل از کاتب کتاب است. نمیتوانم بگویم من مالک این خانه هستم، دیروز خواستم بخرم، امروز میخواهم بفروشم، دیروز گفتم 100,000 دلار، امروز میگویم 200,000 دلار. نمیتواند خداوند هم کلام خود را عوض بکند. این قدرت کتاب است، این قدرت حاکمیت قانون است که قانون وقتی تصویب شد و قانون وقتی به صورت قانون درآمد، حتی خدا هم قادر به تغییر اون نیست. به شرح همین آیه قرآن که اگر خدا گفته باشد که اوفو به عهدی، وفا میکنم به عهدم، این یک قانون است، در کتاب آمده و خدا مجبور به رعایت این قانون و تأمین شرایط حصول این قانون است. چه برسد به انسان؟ پس وای بر ما که تعهد میکنیم، تعهد رو در کتاب کتابت میکنیم و مکتوب میکنیم و همین کتاب رو زیر پا میگذاریم، هم کتاب و هم تعهد رو با هم پامال میکنیم. هنوز هم مسلمان هستیم. کتاب به مفهوم قانون و قرار از حیطه اختیار خالق و ایجاد کننده آن مستقل و منفک میشود و بر کاتب آن کتاب حاکم می شود. یعنی کاتب یک کتاب قرار و در واقع هم صاحب قرار و هم واضع قرار و مقررات و هم محکوم اون قرار و مقررات در همون کتاب است. هم ایجاد کننده قانون در کتاب است، هم مسئول اجرای قانون در همون کتاب است و بر اساس همون کتابت است. کتاب اساس و مبنای استقلال و آزادی و تمدن و شکوفایی برای امکانات، برای استعدادها و برای توانهای فطری نوع بشر است. کتاب شاهد و مدرک حاکمیت فرد در یک مجموع مشروط در جامعه بشری است. کتاب
سلب حاکمیت می کند. کتاب هم بر اساس حاکمیت به وجود می آید و هم به وجود که آمد حتی سلب حاکمیت می کند از کسی که حاکم بر ایجاد کتاب بوده است. کتاب سلب حاکمیت قانونگذار بعد از استقرار حاکمیت قانون در کتاب بر قانونگذار همون قانون است. یعنی قانونگذار قانونی میگذارد و در کتاب ثبت و ضبط میشود و کسی که قانون رو به وجود آورده خود او تابع قانونی میشود که در کتاب آمده. یعنی کتاب بر همه حاکم می شود و منظور از کتاب قانون و منظور از قانون حکومت قانون بر عامه مردم است. یعنی چیزی که بر مردم حکومت می کند نه خدا حکومت می کند نه حاکم و نه فئودال و نه هیچ انسان دیگری، بلکه مجموعه انسان ها از حق حاکمیت فردی به حق حاکمیت اجتماعی میرسند و قانون حاکمیت اجتماعی، ایجاد قانون در کتاب و تبعیت و اطاعت از قانونی است که در کتاب منتشر و مکتوب شده است. کسانی که دانسته و آگاهانه و بر مبنای محاسبه و برای سودجویی و حفظ قدرت و موقعیت و مقام و حفظ جایگاه خود کتمان می کنند، حقیقت را مخفی می کنند و به دیگران درباره وجود یک واقعیت دروغ می گویند و آنچرا که بر ایشان معلوم و مسجل است با نیت محروم کردن دیگران از معرفت به حقایق از ایشان پنهان می دارند، اینها مورد لعنت قرار می گیرند. کسانی که آنچه در مقابل چشم ایشان و در معرض دید و اطلاع همگان است اونها رو پشت سر قرار می دهند و در مقام اطلاع و امانت حقایق را از دیگران پوشیده می دادن و در مقام اطلاع و امانت از آنچه معلوم ایشان است به عنوان مجهول نام می برند و در واقع هم دروغ می گویند، هم تکذیب واقعیت می کنند، هم تجاهل می کنند، هم موجب گمراهی می شوند، هم تکفیر می کنند و هم به بازداشت و حبس خبر و وقایع و هدایت، بالاتر از همه به حبس هدایت، به زندان انداختن هدایت مبادرت می کنند و هم از اطلاع و وقوف دیگران بر حقایق جلوگیری می کنند و بنای مانع و ایجاد انسداد در مقابل منطق و در مقابل عقلانیت و در مقابل عدالت می کنند. در این آیه، آیه 158 در قرآن، اشاره به یکی از مهمترین و دردناکترین واقعیت همه زمانها و همه دورانها می کند. در واقع قرآن در این آیه اشاره به مهمترین عامل سقوط ارزش‌های اخلاقی و معیارهای عدالت در جامعه می‌کند. به اینها اشاره می‌کند. معمولاً کسانی که امکان کتمان و پوشاندن و مخفی کردن حقایق و وقایع را دارا هستند، کسانی هستند که یا در مسند قدرت هستند یا در مسند حکومت بر مردم هستند و یا به وسائل و ابزار حیله و تزویر و خیانت در امانت
امانت و اطمینان مردم را از ایشان سرقت کردند و ظاهرا معتمد و مورد اطمینان و مورد وثوق جامعه قرار گرفتند. این افراد یا از طریق تحمیق مردم یا از طریق سرقت قدرت و اختیار مردم در مقام امین و خزانه‌دار ذهنیت و باور و در عین حال مدارک و اسناد و تاریخ رو میگیرند و در این مقام و در این قدرت مردم را از مبانی و منابع واقعیات دور میکنند. یعنی در واقع مردم رو اینها محکوم به نوعی دوری و لعنت میکنند، دوری از برخورداری از نعمت میکنند. به همین مناسبت هست که خود اینها در واقع عمل لعنت رو نسبت به مردم باعث میشوند و خود اونها در مقابل خدا مورد لعنت قرار میگیرند. یعنی دو لعنت در مقابل هم قرار میگیرد که یکی علت هست یکی معلول. اساس گمراهی بشر، اساس سقوط ارزش‌های اخلاقی، سقوط اطمینان، سقوط اعتماد متقابل فیما بین مردم، سقوط دوستی و وداد، محو امنیت و ظهور وحشت و مرگ عقلانیت و منطق و تولد و تسلط خرافه و جهالت بر سرنوشت مردم و بسیاری از رذایل دیگر جمعاً و کلاً حاصل کتمان منابع آموزش و هدایت به وسیله دزدان و تبهکاران و تجاوزکارانی است که از دو دهلیز حاکمیت و اخلاق وارد می شوند و با حکومت استبداد و اعمال خشونت راه عقل و منطق و تحقیق و تحلیل و تعقل و تفکر رو بر مردم مسدود می کنند و جامعه‌ای به وجود می آورند که در اون جامعه تنفر و انزجار و ظلم و بی‌عدالتی و خرافه و خشونت و وحشت به جای امنیت و محبت نهادینه می شود و جهل و خرافه و خشونت تقدیس می شوند و باطل لباس حق بر تن می کند و دین و اخلاق و امنیت و آزادی و حریت و کرامت انسان در پای جهل و ستم قربانی می شوند. امروز بدآموزی و دروغگویی و پنهانکاری و استبداد و ایجاد وحشت در جامعه از طریق اعمال خشونت و نشر فرهنگ‌های خرافی و پرستش و تقدس بخشیدن به خرافه و خشونت و وحشت یکی از قوی‌ترین و رایج‌ترین شیوه‌های حکومت بر مردم و تسلط بر امکانات و سرنوشت نوع بشر است. کار دین، تشریح ساختمان خلقت بر اساس رحم و رحمت و حیات و هستی و آرامش و عقل و منطق و عدالت است و بالاتر از همه دوستی و بالاتر از آن صلح و امنیت برای کل ابناء بشر است. کار کتمان و پوشاندن و کفر ورزیدن کاملا در جهت مغایر و مخالف با این ارزش ها قرار دارد. فرصت این جلسه در اینجا به پایان میرسد. تا نشستی دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم. در برنامه بعدی موضوع ضرر و زیان ناشی از کتمان و صور و نقوش مختلف کتمان در زندگی اجتماعی موضوع برنامه خواهد بود که بیشتر ما با زیانهای وحشتناک کتمان و کفر
آشنا بشویم. در ارتباط با آیه شماره 159 از سوره دوم قرآن. تا نشستی دیگر فرد فرد شما را به خدای بزرگ می سپارم. شاد باشید. خدا حافظ.